سلام و درود بر علاقمندان برنامه آهینه و خدا را سپاسگزارم که فرصت دیگر میسر شد که یک بار دیگر از دریچه تلویزیون ایمان مهمان خانه های شما عزیزان باشیم و لحظات در کنون گرم خانواده های شما با شما همراه باشیم. امیدوارستم که دقایقی که از طریق از این برنامه ما و شما با هم یکجا هستیم دقایق بر شما به خوبی و خوشی سپری بشه، مرتقب بکنین و مطالبی که ما در برنامه تهیه دیدیم خدمت شما عزیزان این مطالب بر پیگیر باشین و با نظریت نیک و سازنده خود خو بر شکوفایی هرچی بیشتر از این برنامه بر قنامندی از این برنامه بر پربار شدن محتوا و نوع ارائه مطالب در این برنامه مرهمکار باشین و مرهمراهی بکنین. جا داره که یک بار دیگه بگم که پوزیشن میطلبم از همه عزیزانی که بیننده از برنامه هستن که از بابت کمی کستی هایی که در برنامه وجود دارد، خب با امکانات بسیار ریپتدهی برنامه ثبت میشه که خالی از نواقص نیست، اما خب خوشحال برای هستیم که روی یک هدف شروع کردیم و انشالله یک هدف را تعقیب میکنیم تا ای که روزی از آدرس از این برنامه و از دریچه از این تلویزیون و این رسانه در خدمت شما با برنامه های پربارتر، پرمحتواتر، با کیفیتتر در خدمت شما عزیزان باشیم. خرسندیم که شما رو با خود داریم، خرسندیم که شما همراهی میکنیم، ما خرسندیم که شما گام با گام با ما همراه هستیم، مرتقب میکنیم و شما هستیم که مایه امیدواری بر ما که تا ما هم روی از سفر حضور داشته باشین و هر هفته مهمان خانه های گرم و صمیمی شما بشیم. همونطور که خدمت شما گفتم در هر برنامه کوشش تلاش صورت میگیره که تا یک مطلب انتخاب بشه و یا یک دوستی در برنامه مهمان بشه تا که لحظات که با شما عزیزان هستین این لحظات رو بتانیم به نحو رقم بزنیم که هم استفاده بشه از برنامه و هم عزیزان با چهره ها آشنا بشن، هم مطالبی که تهیه دیده میشه از این مطالب استفاده برده بشه و انشالله در زندگی روزمره خود خوب بتانیم که ما رو تعقیب بکنیم. مطالبی که انتخاب میشه در این برنامه بیشتر تلاش صورت بگیره که مطالبی باشه که محتوای از او موضوعاتی باشه که ما بتانیم در زندگی روزمره خود خود او رو عملی بکنیم، استفاده بکنیم. البته زمانی که مطلب انتخاب میشه برگرفته از این هست که نظریات بعض از دوستا گرفته میشه و پیام هایی که بر ما میرسه و نیازهایی که در جامعه دیده میشه، در اجتماع، در زندگی روزمره دیده میشه که مشکلاتی هست که ما با او بر میخوریم و بر بعضی عزیزان شاید راه حل های درستی پیش روی اینا نباشه و بر بعضی عزیزان شاید کمکی مبهم و پیچیده و گم باشه. در هر صورت مطالبی که من فکر میکنم که ضروری هست با شما عزیزان شریک میسازم و امیدوارستم که شما عزیزان با بردباری و تحمل صبر برنامه تعقیب بکنین و تا ختم برنامه با ما همراه باشین. همچنان که ما تنها نگذاشتین در جریان این مدت، همچنان که تعقیب کننده برنامه ما بودین، همچنان که با نظریات نیک خود خود مرتشویق کردین، روحیه دادین و بالاخره شما هستین که ما هفته یک بار از آدرس از این رسانه مهمان خانه های شما بشیم. امروز هم تلاش صورت گرفت که برنامه مطلب آماده بکنیم، روی مطلب کار بکنیم، صحبت بکنیم که محتویات از این کاربرد داشته باشه در زندگی روزمره ما و شما. مطلبی که از نظر من مطلب موضوعی مهمی و موضوعی که خوب نیاز هست که هر کدام ما روی از بحثایی داشته باشیم، صحبتهایی داشته باشیم، تعقیب بکنین، مطالعه بکنین تا ای که دست بیافیم با آنچه که آرزوی ما هست، موضوع زندگی خوب و موفق و آرام هست. چگونه بتانیم یک زندگی خوب و خوشبخت و آرامی بر خود خود رقم بزنیم، چگونه بتانیم گام با گام موضوعات و نکاتی که در موفقیت و در رساندن ما به ای آرزو و هدف ما کمک میکنه این نکات رو تعقیب بکنیم و بریم دنبال راه های کوتاه و راه های مفیدی باشه برای رسیدن به هدف ما. خب بحث زندگی موفق و داشتن یک زندگی موفق یک بحث بسیار کلان و بحث بسیار عمیقی هم هست. اگر از لحاظ علمی و مصاحبه ای پرداخته بشه، خب هر گوشه از این ساعتها بحث داره که روی از این بحث بشه. تحقیقات مختلفی در زمینه انجام شده،
دانشمندان متخصصان سالهای سال وقت گذاشتن روی از این مطالب موضوعات دقیق بررسی کردن و نتایج خوبی رسیدن و کسایی هم که تعقیب کننده بودن نتیجه این تحقیقات و جستجوها و پژوهش ها رو گرفتن، خواندن، مطالعه کردن و تعقیب کردن و مطمئنا نتایج مفید و موثر را هم حاصل کردن. امروز هم ما و شما به صورت کلی یک نظراندازی داریم روی از این موضوع، موضوع نهایت مهم با ارزش و چیزی که هر انسان تلاش میکنه که به دنبال از او باشه تا نکات طلایی که میرسانه ما رو به زندگی موفق بر بچینه، از بین همه اینا ملائمت ها و جنجال های روزگار یک یک سر راه بگذاره و با یک به یک مرحله به مرحله پیش بره. و یه آرزوی هم ما هست و من از اینجا آرزو میکنم بر همه از زنه که چی فیلان با ما همراه هستن از آدرس برنامه و چی نیستن، و بر تمام دوستان عزیزان آرزو یک زندگی موفق و زندگی پر از موفقیت میکنم. خودشان همشه موفق باشن و زندگیشان مملو از موفقیت و سرفرازی و سربلندی و دستاورد باشن. چند تا مورد مهم که ما میخوایم صحبت بکنیم و روی از در روی هر کدام از یک کوتاه نظر بیاندازیم. چند قدمی است که ما اگر به ترتیب برداریم میتوانیم که زندگی که آرزوی از او داریم، یک زندگی که به دنبال از او هستیم برسیم. خب در قدم اول 10 قدم رو من میخوایم به شما صحبت بکنم، 10 مورد و 10 عنوانی که میتونه ما کمک بکنه به داشتن یک زندگی موفق. خب در قدم اول، خب موضوعی که من انتخاب بکردم 10 مورد 10 مرحله داره. مرحله اول از این گفته که نسبت به زندگی خود، موضوعی که بسیار مهم است، نسبت به زندگی خود بی‌تفاوت نباشه. ای با کمال تاسف مسئله است که امروز رایج است، ما در بسیاری جاها میبینیم، حتی بعضی وقتا خود ما به خود تلقین میکنیم خب خیر است دیگه، نمیشه، اگر همی چیز آمدنی هم باشه میآید. اما نه، ای در پشت خب خیلی صحبت و گپ داره. چرا ما یک لحظه از زندگی خود از کنار زو بیتفاوت بگذاریم تا همون لحظه که شاید بهترین لحظه زندگی ما باشه، شاید بهترین لذت ببریم، اون لحظه رو ما هدر بدیم برای اساس بیتفاوتی که بگیم خیر است که میگذاریم از کنار زو. حالا امروز کمی کار نشد نه، تلاش میکنیم. چرا؟ شاید امروز همی کاری که امروز میشه این کار کلن زندگی ما تغییر بده، شاید همی کاری که امروز میشه یک اتفاق بسیار خوبی در زندگی ما باشه، شاید همی کاری که امروز میشه دیگه ما کلن جهت زندگی ما رو به سمت سوی خوب و موفق تغییر بده و ما رو بکشانه. پس نباید از کنار از اتفاق بگذاریم. زمانی که به جستجوی یک چیزی هستین و به خاطر یک مسیر و یک هدف بر خود انتخاب میکنین و یک مسیری برای رسیدن به هدف انتخاب میکنین، جدی بگیرین، از کنار از بتفاوت نگذاریم. خیر نشد دیگه، احتمال از این هست که نمیشه، خیر است میگذاریم، مالی از این نه. چیزی که میفهمیم که میتونه شما کمک بکنه و میتونه شما به هدف مطلوب برسانه، تلاش بکنیم به هیچ وجه از کنار از بتفاوت نگذاریم. شاید همون لحظه که شما میگیم خیر است همین لحظه بگذار، شاید همون لحظه همون ثانیه ها ثانیه هایی باشه که واقعا زندگی شما دگرگون کنه به جهت مثبت. در مورد کارهای تحت کنترل خود نگران نباشید. نگرانی بیش از حد یک چیزی است که زندگی را میشه به چالش میکشه و نگرانی تا حد دقت، تا حد بسیار مهمه. دقت به کار میتونه که ما و شما کمک بکنه تا کار بهتر انجام بدیم، نتیجه بهتر از کار بگیریم. اما نگرانی بیش از حد در کار باعث از این میشه گاهی وقت از مسیر اصلی آدم رو منحرف بکنه و گاهی وقت به اون مسیری که باید حرکت بکنه از اون مسیر مار میکشه، چون وسوسه های دیگری ایجاد میکنه. امکان داره این وسوسه ها باعث از این بشه که ما و شما ام راه اصلی خود فراموش بکنیم و به سمت انحراف کشانیده بشیم و اینجا است که این نتیجه منفی میگذاره سر هدفی که ما داریم. وقتی بیش از حد دقت کنیم، بیش از حد تشویش باشه، اون روحیه و جرأت ما از بین میره به خاطر رسیدن به هدف ما. پس فلحظ راه نیمه میمانه و ناقص میمانه و تکمیل نمیشه و مطمئنن که به اون چیزی که ما به نیست هدف زندگی باید برسیم نخواهد رسیدیم. پس بیش از حد نگران نباشین، اعتماد به نفس داشته باشیم و کمی راحت پیش برین، اما دقت از دست ندید. رابطه ها، بس رابطه ها هست، بسیار موضوع مهم هست.
رابطه های دوستی و صمیمی داشته باشیم، رابطه با کیها داشته باشیم، کیها رو انتخاب بکنیم به عنوان کسایی که همراه زندگی شما باشن، به عنوان کسایی که در زندگی شما دخیل هستن و سهم دارن در هر گوشه زندگی شما، حالا چه زندگی خصوصی شما که به عنوان یک همسر، به عنوان یک همراه، یک شریک زندگی، اولاد که در حقیقت از جمله افراد اساسی و اصلی و دست اول زندگی ما هستند، اقارب ما، اطرافیان ما و در کل اجتماع و در کل همکاران، در مجموع از مو حلقه بسیار نزدیک زندگی گرفته، همونطور تا به دور دور که برین متوجه باشیم که رابطه ها چگونه برقرار میکنیم. حتی رابطه با داشتن رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی، حتی این رابطه که رابطه ناگسستنی هست، اما باید انتخاب بکنیم که چگونه رابطه باید با فرزندان خود داشته باشیم. با دوستا بسیار مهم است که چی دوستی برمیگزینین، این دوست از چی صفات برخوردار است و رابطهشون با این دوستا کجا هست و عمق دوستی شما تا به کجا هست. این چیزا بسیار مهمه که اینا میتونه که انسان در زندگی فردی و اجتماعی کمک بکنه تا ای که به موفقیت برسه، شادتر باشه، زندگی بهتر داشته باشه. صمیمیت ها رو حفظ بکنیم، اما متوجه باشیم که تا کجا با کی صمیمی میتونیم باشیم. انتخاب بکنیم هر انسان نظر به ظرفیت از او به او رفتار بکنیم و کوشش بکنیم کسایی که به عنوان نزدیکترین افراد در زندگی خود انتخاب میکنن، دوستهای صمیمی، رفقای خوب و کسایی که با اونا نشسته برخواست دارین، ظرفیت های متناسب داشته باشن تا خدای نخواسته فردا با مشکل و چالش برابر نشیم. چون همین رابطه ها هست که یک حلقه محکم و یک حلقه ناگسیستنی بین شما و موفقیت شما ایجاد میکنن، از خانواده گرفته تا اجتماع تا افراد بیرون. زمانی که خانواده فرزندای خوب داشته باشیم و رابطه خوب با فرزندا داشته باشیم، مطمئنن بدون شک یک بدنه، قسمت بزرگی از بدنه زندگی شما و موفقیت شما رو میتونه تضمین بکنه. زندگی همسر خوب که با او رابطه خوب داشته باشیم میتونه که واقعا در دسته از او در موفقیت شما خیلی کاراخ باشه و خیلی بتونه ثمر بخش باشه و تأثیر گذار باشه و همچنین دوستایی که انتخاب میکنه. موضوع بعدی مسئله است که لذت واقعی گفته از زندگی تجربه بکنیم، بدانیم که واقعا چی شما رو خوشحال میکنه و از خوشحالی از او واقعا هم لذت واقعی که شما میبرین همون انتخاب بکنیم و دنبال بکنیم. موفقیت و زندگی خوب بر رسیدن به هدف واقعی و شادی تحقق میبخشه و اهداف کاذب نمیتونه ما و شما کمک بکنه که تا ما بتانیم به زندگی یک زندگی موفق برسیم. هدف واقعی زندگی خود پیدا بکنیم، واقعیت هایی که میتونه بر زندگی شما تأثیر گذار باشه، واقعیت هایی که تأثیر مثبت در زندگی شما، تأثیر عمیق و ریشه‌ای میتونه در زندگی شما باشه، اونا رو انتخاب بکنیم. بعد از اونا واقعا لذت ببریم از لحظه لحظه داشتن از اونها. زمانی که انتخاب میکنین که شما مثلا میخواین که مثال کوچکی که برای شما بودم، تشکیل زندگی بدین و ازدواج بکنین، اگر شما یک همسر خوب یا یک در حقیقت در زندگی مشترک یک فرد که داخل زندگی شما میشه به عنوان شریک زندگی شما، اگر یک شریک خوبی در زندگی انتخاب بکنین و از بودن از او در کنار خود لذت ببریم، در اینجای است که شما میتونیم به موفقیت برسیم. اون میتونه حامی شما باشه. یکی که گفتیم مسئله رابطه خوب که بتونیم یک کسی رو اول انتخاب بکنیم که شایستگی رو داشته باشه و دویم کسی باشه که بتونیم با او رابطه خوبی برقرار بکنیم. بس رابطه، بس انتخاب دقیق و درست و بس از اینکه از بودن در کنار از او لذت ببریم، هر لحظه لحظه که زندگی مشترک خود پیش میبریم، فرض داشتن فرزندان، همچنین داشتن شغل و وظیفه و مسلکی که میخواییم انتخاب بکنیم برای رسیدن برای یک زندگی، بخاطر پیشرفت، بخاطر آینده خوب، زمانی که اون مسلک رو انتخاب میکنین، اون پیشه و حرفه رو انتخاب میکنین، کوشش بکنیم اول به انتخاب دقیق باشیم و دویم از داشتن از اون لذت ببرین. به این هست که تشویق میکنم و انگیزه میده بر شما و جرأت میده به شما و یک علاقه مندی در وجود شما احساس میکنه که پیش برین و واقعا از لحظه لحظه لذت ببرین، چون زندگی در گذر است و میگذره
همین هست که هر لحظه برای ما و شما خاطره بگذاریم. همیشه خود گفته در صدر قرار بده. این به چی معنی؟ نه ای که غرور کاذب داشته باشیم، نه ای که به نحو خودخواه و خودمحور باشیم، و اما هیچ وقت غرور خورم نشکنیم و دست کمم خود نگیریم. هر انسان در زندگی خود خو شایستگی ها و توانمندی های خاص در وجود خود داره. اینه یاد به این هست که اول خود ما بتانیم درک بکنیم و توانایی در وجود خود پیدا بکنیم، و بعدن به اساس از او بعد از پیدا کردن از او نقطه و او توانمندی در وجود خود خو با سر و بلند و همیشه در صدر خود قرار بدیم و توانمندی خود پیش بگذاریم و به تغییر و حرکت بکنیم. مطمئن باشیم که میتونیم که به اساس هم توانمندی خاصی که در وجود خود پیدا کردین او وسیله بشه که به اساس شما بتانیم به موفقیت برسیم. هیچ وقت کوشش نکنین که به نظر خود خود کم جلوه بدین. شکست نفسی و فروتنی بحث جدایی هست، اما ای که اعتماد بر خود نداشته باشی و همیشه خود در رده پایین قرار بدی، این بحث جدایی است. با خود افتخار بکنین، بگالین بر خود و پیدا بکنیم نقطه قوت در خود خود در وجود خود و او در صدر قرار بدیم و خود خود همیشه کس فکر کنین که در بلندا قرار دارین. از یاد روی دوری کنین. مسئله بسیار مهم و اساسی است. هر چیز را باید در حد تعادل در زون نگه داشت. خواسته های خود اگر ما متعادل بکنیم و زیاد روی نکنیم، انتظارات به توقعات بیش از حد و غیر معمولی از زندگی خود خود و از اطرافیان خود نداشته باشیم، این باعث از این میشه که خود با آرامش پیدا بکنیم. خواسته های بیش از حد، زیاد روی ها، توقعات بیش از حد از شخص خود از خود آدم گرفته تا زندگی شخصی و درون خانواده و فردی و تا زندگی و اجتماعی و بیرون و اطرافیان و دوست ها و همکارا و اقارب و خویشاوندان و فامیل، بیش از حد انتظار داشتن و زیاد روی کردن باعث از این میشه که ما موجب آزار خود ما بشه و او راهی که ما میخواییم تعقیب بکنیم با او چیزی که میخواییم نرسیم. یه باعث ازی میشه که ما را کمک منحرف بکنه و کن بکنه مسیر رفتن ما، قدم های ما کنتر بسازه و سرعت ما بکاهه. پس در حد معمول و در حد اعتدال همیشه انتظار داشته باشیم. مسئولیت پذیر باشیم یک موضوع بسیار مهم و اساسی هست. مسئولیت پذیر باشیم. مسئولیت پذیری همه مطمئنم از اینجا که بیننده عزیز همه با من موافق هستن، هم نظر هستن که مسئولیت پذیری میتونه یک نقطه عطف در زندگی ما به خاطر بین ما و رسیدن ما به موفقیت باشه. در هیچ کار چی از زندگی فردی داخل خانواده فامیل خانه گرفته، چی تا زندگی که در اجتماع داریم در محیط ما حول کار بیرون، اگر مسئولیت پذیر نباشین مطمئن باشیم که هیچگاه به موفقیت نمیرسیم. امکان داره که گذرا موفقیت کاذبی داشته باشیم، اما این موفقیت آنچنان که باید ریشه و اساس و تعداد داشته باشن نداره و مطمئن باشیم بسیار گذرا هست، کاذب است و نتیجه آنچنانی که باید در زندگی شما بگذاره و به جا بگذاره هیچگاهی نخواهد داشت. پس بهتر از این هست که این ویژگی حفظ بکنیم. این ویژگی یکی از اصلی ترین ویژگی های افراد موفق بوده در زندگی و همین بسه که یک انسان به عنوان یک انسان با مسئولیت و مصمم در زندگی بین زندگی فردی و در زندگی محیط بیرون بین دوست اقارب و اطرافیان خود خو انگشت نما بشه که فرد با مسئولیتی است. میفهمین مسئولیت اعتماد به بار میاره، مسئولیت باور و با اعتماد به بار میاره. مسئولیت باعث از این میشه که برجسته بکنه شخصیت انسانان. مسئولیت پذیری، البته معذرت، مسئولیت نه مسئولیت پذیری. اگر زمانی که ما مسئولیت پذیر نباشیم از زندگی شخصی درون خانواده گرفته که ما امکان داره که در مقابل همسر، فرزند، نمیدانم اقارب درجه یک، خان، پدر، مادر، خواهر، برادر و همونطور حلقه بیرون از فامیلر، اگر ما مسئولیت پذیر نباشیم مطمئن باشیم که یک یکی از اینا رو به نحوی از دست میدیم. و اینها کسایی هستند که میتونن هر کدام از اینا به عنوان بازوی قوی و به عنوان یک وسیله ای که ما رو به موفقیت برسن ما همراهی بکنن. پس مسئولیت پذیری یک موضوع بسیار مهم و اساسی است. در قدم نخست مسئولیت پذیری در قبال خود،
ما باید در قبال خود مسئولیت پذیر باشیم. ما به عنوان یک انسان آفریده شدیم که چی باید بکنیم؟ مسئولیت های ما در زندگی چی هست؟ وقتی که ما یک مسئولیت ها به عنوان یک انسان پیش خود رو بگذاریم، جدا از اینکه همسر کسی باشیم، مادر کسی باشیم، پدر کسی باشیم، فرزند کسی باشیم، خواهر برادر کسی، دوست و خویش و قوم و همکار کسی باشیم، خود ما کی هستیم و باید ما چگونه در قبال خود خود مسئولیت پذیر باشیم. زمانی که ما به صحت خود متوجه نیستیم، ما در قبال خود خود بی‌مسئولیتی کردیم. زمانی که ما خوشی ها قربان وسوسه های زندگی میکنیم، ما مسئولیت پذیری در مقابل خود خود نکردیم. زمانی که ما نمیدانم غذای خوب نمیخوایم بخوریم، ما مسئولیت پذیری در مقابل خود خود نکردیم. لباس خوب نمیپوشیم، ما مسئولیت پذیری در مقابل خود نکردیم. و تلاش زیاد که نمی کنیم که از این چیزا مثال هایی بود که خب خیلی زیاد است میتونم صحبت بکنیم. یعنی من خواستم مثال بدم که حتی اگر ما در شخص خود، ما به زندگی شخصی خود خود، حتی زمانی که حتی برای نمیفهمم برای موضوع بسیار جزئی که شاید بحث ازی باشه که نمیفهمم بین ما مردم خوردن و خوابیدن این موضوعی است که بیشتر وقتا بار منفی داره میگن میخوره و میخوابه، اما در قبال حتی در قبال خوردن و خوابیدن خو اگر بتفاوتی بکنیم، مطمئن باشین که ما بی‌مسئولیتی کردیم در مقابل خود خو و جفای کردیم بر خود، چی برسه برای که خب محیط اطراف ما و علاقه خانواده و فامیل و بیرون و دوستا و دیگر. برای دیگران بد نخواهی، بدخواهی ای خو همه موافقن با ما که واقعا انسان هایی که بدخواه هستن مطمئنا به جایی نمیرسن و جامعه ما پر است، مملو است از پوینت های مثبت و منفی که ای طرف و طرف ما رو میکشونه. گاهی اگه ما فرد هوشیاری باشیم و بتانیم که راه درست در انتخاب بکنیم، از بین این همه موج ها ما نکات مثبت برمیگزینیم، به سر راه خود رو قرار میدیم، مثبت میاندیشیم، مثبت آرزو میکنیم و مثبت فکر میکنیم به زندگی، همه گیر از دریچه مثبت میبینیم. زمانی که انسان مثبتگرا باشیم، مثبت اندیش باشیم، مطمئن باشیم که همه چیز به نظر ما مثبت میآید و همه چیز ما از راه خوبی میبینیم، از دریچه خوبی میبینیم. زمانی که همه به نسبت به همه چیز خوب فکر کردیم و در حقیقت خوب پسند بودیم و مثبت فکر کردیم، مطمئن باشیم که با این اندیشه ما پیش میریم. کارهای نادرست و به نحو نمیفهمم دور از تصامیم منطق و عقل و فکر نگیریم، یا به نحو میگن کارهای احمقانه انجام ندهیم. خب بالا بحث ای است که مسئله احمقانه موضوعی است که یک مقدار جهت منفی هست، نمیخوایم روی از چی بکنیم. خب کارهایی که بدون فکر کردن از روی عقل فکر منطق تصمیم میگیریم، کارها رو انجام ندیم، که اتفاق افتاده خیلی زیاد که کارهایی که بدون فکر کردن روی از او برنامه ریزی کردن انجام داده شده، بعدها پشیمانی زیاد بارا بوده. عجله‌ای، سرسری و بدون فکر کردن کار را آغاز نکنیم. عجول نباشین، شتاب زده در هیچ کار تصمیم نگیرین، کوشش بکنین با فکر و منطق درست تصمیم بگیریم. این بسیار مهم است. و موضوع آخری که میخوام با شما صحبت بکنم بس از این هست که مهربان باشیم. احساس خوب گفته منتقل میشود و مهربانی این احساس خوب باش با ما و به تک تک سلول های بدن ما انتقال میده و این میتونه که این احساس خوب و این مهربانی ما رو بکشونه به سمت سوی موفقیت. مهربانی جز لاین فکر سرش انسان ها هست. انسان به معنی واقعی باید مهربان باشه. انسان به معنی واقعی باید مهربان باشه. انسانیت یک بود اساسی از اون مهربانی هست. مهربانی، دوستی، درک کردن، احساس متقابل، درک متقابل، این چیزا جزء موضوعات بسیار مهمیه در زندگی ما و شما، که اول بر ما یک زندگی انسانی رقم میزنه و دوم ما کمک میکنه تا پله های موفقیت یک پی دیگر بپیماییم و قله موفقیت و آرزوها خود دست بیافیم، در حقیقت فتح کنیم قله آرزوها و برسیم به اون نقطه ای که میخواییم که در زندگی داشته باشیم. این ده نقطه در ظاهر اگر فکر کنیم موضوعات بسیار
تقریبا عادی و معمولی است که امروز ما سر میخوریم. او مهربان باش، متقابل، درک متقابل داشته باش، نمیدانم مثبت فکر کن، نمیدانم مسئولیت پذیر باش. این منظوراتی است. خب ما همگی میفهمیم میدانیم، اما نه، بس در کجا هست؟ چرا زندگی ما فرق نداریم؟ بخاطر که این مسائل اول از بسیار عادی گرفتیم، دیم این مسائل عادی نخواستیم در زندگی خود خود تطبیق بکنیم. این موضوعات موضوعات عادی نیست. این میها هست که زندگی انسان می سازه، میها هست که در حقیقت هر کدام در یک گوشه بنوان یک پایه بنا نهاده می شون و سقف زندگی و موفقیت به عنوان یک سقف روی از او چتر می سازه. زمانی که این پایه ها نبود هیچ چتری نمیتونه استوار باشه. پس ما با بیاین یک آیه در زندگی خود کوشش بکنیم این پایه ها رو بکوبین و محکم بکوبین، اساسی بکوبین تا سقف موفقیت هر در روی از این پایه ها استوار بالای سر خود خانه داشته باشیم. یک زندگی خوب بر خود رقم بزنیم، بر اطرافی ها خود رقم بزنیم، به اجتماع کمک بکنیم که به سمت سی مثبت کشانیده بشه. چون هر چند که آمار و ارقام انسان های موفق در زندگی بیشتر باشه، هر چند که آمار و ارقام زندگی های شاد و موفق پر از موفقیت در دنیا زیاد باشه، اینجا هست که ما یک دنیای مملو از شادمانی و خوشی و یک اجتماع خوب میتونیم تجربه بکنیم. اینجا هست که این می پیام ها به نحوی از زندگی ما بیرون میشه به اجتماع اطراف ما و شما و واپس برگشت میکنه به خود ما به نحوی متقابل و تاثیرات از این باز برگشت از ما تاثیرات از این دیگه میبینیم. در حقیقت دو بار ما میتونیم که لذت موفقیت در زندگی بچشیم. یک باری که ما از زندگی فردی خود خوش شروع میکنیم، موفقیت در زندگی شخصی خود خوم در حقیقت تجربه میکنه و بعدن استراحت میکنه به محیط بیرون. استراحت که کرد به محیط بیرون، وقتی محیط بیرون با پوینت ها و موارد مثبت برخورد کرد، اجتماع به نحوی به طرف ساز زندگی رفت، اینجا هست که باز یک انرژی دیگر زندگی بیرونی، زندگی اجتماعی بس برگشت میده به زندگی شخصی ما. اینجا هست که ما از امتیازاتی که در اجتماع اطراف ما هست همچنان استفاده میکنیم. پس چه خوب است که همیشه خود ما اول الگوی خود باشیم، بعدن الگوی اطرافیان و خانواده خود، بعدن در بین جامعه و کوشش بکنیم تعداد از این الگوها رو زیاد کرده بریم. کسی باشیم که راه رو داشته باشیم، کسی تعقیب بکنه شما. و چه خوب است که 10 مورد بسیار مهم و اساسی در زندگی خود فکر بکنیم و محکم و محکم به عنوان پایه ها در زندگی خود خوب بکوبین. و چه خوب است که سقف شادمانی و موفقیت در بالای سر خود ما بادستان خود خوب هموار بکنیم، همچنان استوار نگه بداریم. آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که تانسته باشین، برداشت کرده باشین من صحبت های من با کمکستی ها، مشکلات و اشتباهات لفظی که اتفاق افتاد. عفو میخوایم، پوزش میخوایم و آرزوی موفقیت بر همه شما میکنم. زندگی شادمانه بر همه. آرزو دارم خوش باشین و یام بکامتان.